حالا ما تو جنگل کاج هستیم. همه ما بچه های دهه 40 و 50 نورالدین زرین کلک را می شناسیم. آنها هم که اسم او را نشنیدند، با نقش های او که هر کدام نقشی ماندگار در خاطره های کودکی ما است آشنا هستند. کتاب های درسی، کلاخ ها، کرم ابریشم، زال و سیمرغ و همه آن کتاب هایی که هزاران بار می خواندیم و سیر نمی شدیم. بزرگتر که شدیم او پرکارتر شده بود. حالا برای من فیلم می ساخت و آنها که راهی به کانون پرورش داشتند نقش های او را بر پرده سینما که حالا جان گرفته بود تماشا می کردن. The first runner-up prize in the profession. We are singing about human rights, not animal rights. Right. And human are like animals, they fight each other and they this is a panorama. This is the last scene. نورالدین زرین کلک پس از سالها کار و دریافت جوایز بین المللی متعدد همکنون رئیس انجمن انیمیشن سازان جهان آسیفا است که 35 سال پیش به عضویت آن درآمد. او چندی بعد با گروهی از علاقمندان پایه‌گذار انجمن انیمیشن سازان ایران شد و همچنان با علاقه و پشتکار به امور آن رسیدگی می‌کند. خب مرسی. ببین اولش این سیگارش دستشه. What kind of love? How do you pronounce love?
ببین این حرکت دستش با سیگار. How do you pronounce love? شکنی این حرکت اینجوریش رو یادت باشه. که در زندگی کودکی من بسیار جای مهمی داره نحوه تربیت و وسائلی بود که ما در اختیار داشتیم برای آموزش، مقصودم کتاب هست. ما تنها چیزی که داشتیم کتاب بود، نه رادیو داشتیم، نه تلویزیون داشتیم و نه وسائل دیگر. به همین دلیل ما به هر قطعه یا به هر صفحه یا به هر بند یا جمله یا عبارتی دل خوش می‌کردیم و اون رو انقدر می‌خوندیم تا از حفظ می‌شدیم. پدری که من داشتم پدر متفاوتی بود، از این جهت که خودش فرهنگی بود و به کار خوشنویسی و نقاشی و به کار ادبیات بسیار علاقه داشت. این کتابی که دست من هست فیلمثل کتابی است که من در کلاس سوم ابتدایی از روی کتاب درسیم کپی کردم و وقتی که پدرم این کتاب رو دید با خوشحالی این رو گرفت و برد به وزارت فرهنگ اون روزگار. به این ترتیب منو یک کلاس ارتقا درجه دادن. وقتی که من 11 یا 12 سالم بود و در دبیرستان اسدآبادی درس می‌خوندم، یک ناشری محلی مراجعه کرد به من و از من خواست که کتابی رو که ترجمه کرده بودن برای رو جلدش تصویر بکشم. من هم یه تصویر شوخوشنگی کشیدم و دادم بهش و به طرف هم به قدر خوشحال شد که بلافاصله 2 تومن به من دستمزدش داد. بعد از این ماجرا خرازی فروشی کنار دبیرستانمون از تصویرسازی های رو جلد من انقدر خوشش اومد که سفارش داد همون تصویرها رو، همون شیطونک هایی که کشته بودم، اینها رو واسهش روی یک تابلو بکشم که بزنم بالا سر در مغازش. و من که تا اون موقع نه رنگ روغن رو میشناختم نه دستم به حلبی و وسایل کار خورده بود، قبول کردم و تابلوی به اندازه 2 برابر طول بدن خودم بردم خونه و شروع کردم کار کردن و بعد از 1 هفته بهش تحویل دادم. یک کارگاه تصویرسازی بود که در درخونگاه در بازار یک مردی به نام روحانی مینیاتور میکشید و من پدرم من رو به او سپرد تا به من مینیاتور سازی رو یاد بده. پدرشون دوست داشتن که بچه هاشون تحصیلات عالی داشته باشن و خط خوبی داشته باشن، به درس مخششون زیاد میرسید. یک قرندشه بهشون میداد میگو بیشه نیم مخش بین به هوای اون یک قرندشه بچه ها میشه ازم مخش خط درش می نوشتن. اینه که الان خط همه شون خیلی خوبه. پیش استادان مختلف تذهیب یاد گرفتم، مینیاتور سازی رو یاد گرفتم. مرحوم زاویه استاد مینیاتور من بود، مرحوم یوسفی استاد تذهیب من بود و بعد مرحوم شیخ و محمود اولیا که شاگردان مستقیم کمال‌الملک بودن به من نقاشی رنگ روغن آموختن و به این ترتیب نمیدونم به چه مناسبتی
کارم به کیهان بچه ها کشیده شد. از کیهان بچه ها منو خواستن که برم اونجا براشون تصویر سازی روی جلد کیهان رو بکنم. فقط هم روی جلد، چیزی بیش از این نه. کلاغه میگه وای وای دوست قلم کار کار. اوباغا میگه من زرگرم دوغ تلو به دردلم از فسیفیت از فسیا زیر بغلم دفتر کن برو درم هاچی رو واچی یه پا تو وای چی. بعد از اونجا مؤسسه فرانکلین شروع شد که من برای کار تصویرسازی کتاب‌های درسی از اول تا چهارم ابتدایی دعوت شدم به این مؤسسه. این کار رو برای اولین بار و در حقیقت یک تحول بزرگی بود در آموزش و پرورش اون سال اتفاق افتاد و اونها تصمیم گرفتن که این کتاب‌های دموده قدیمی اون روز رو عوض بکنن و یک شیوه نو به کار ببرن. من در اونجا با دو نفر مهره اصلی همکار شدم که یکیش پرویز کلانتری بود و یکی محمد زمان زمانی. من از اینجا شروع شد. اصلا کجایی؟ همتون با این متن کتاب درسی آشنا هست. این همون نقطه برخورد قطار زندگی زرینکل با قطار زندگی من بود که در ایستگاه کتاب‌های درسی تلاقی می‌کرد. زرینکل که جوان اینجوری که نبود، قلمی خیلی خلاصه. زرینکل که جوان به ما پیوست و کتاب‌های درسی رو با هم مشغول شدیم. هم ما جوان بودیم و هم این کار جوان بود کلاً در کشور. نه قبلاً کسی کرده بود، نه سازمانی داشت و ما هم این کار سابقه شو نداشتیم. خب یه منابعی در اختیار ما بود از قبیل کتاب‌های درسی که در آمریکا، در اروپا، در کشورهای مختلف وجود داشت و ما اینها رو تورق می‌کردیم، می‌دیدیم. اما عمده‌ترین کاری که ما می‌کردیم تمرکز روی توانایی‌های خودمون بود. یعنی هیچ کدوم از ما یک کار کپی نکردیم. آقای زرینکل، در واقع شروع کار شما در تصویرگری کتاب کودک، حالا همینطور بعدن در انیمیشن، در واقع مصادفه با شروع کار تصویرگری کتاب کودک اساساً در ایران. و خب این تعریفا و شیوه کار و تکنیک و همه این چیزهایی که خب برای اولین بار داشتین تجربه میکردین، شما چجوری به اینا دست پیدا کردین؟ اتل متل تو طوله گاو حسن چه جوره این جوره نه 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 این جوره نه این جوره نه این جوره نه این جوره. در حقیقت این دوران مقارن شد به همون دوره‌ای که خود من و مرتضای ممیز و فرشید مسخالی و آقای کلانتری و سایرین به اصلا انجمن گرافیست ها رو شروع کردیم به فکر کردن در اطرافش و گرد هم می اومدیم، با هم دیگه جایی جمع می شدیم در اطراف این قضایی ها صحبت کردیم و این فکر از اونجا نوزش گرفت و یواش یواش تبدیل شد به اینکه خب تعریف مشخصی برای گرافیک پیدا کنیم و کردیم و بعد دوستان دیگه پیوستن و گروه تشکیل شد و غیره. غرضم این است که تا اون روز حقیقتاً یک مرز مشخصی بین مینیاتورساز و نقاش خیابونی و نقاش کتاب‌های درسی یا نقاش داستان‌های کودکان و این قبیل چیزها وجود نداشت. چرا قیافش هم بعد جدی هم میشه گرفتش؟ یه ذره خودم احساس میکنم زیاد نمیشه روش حساب کرد. ترجیح اینجا کدوم اینجا همینو که آمده. ممیز رو به عنوان یک پیامبری که نور پخش میکنه، به عنوان یک منشوری که تجزیه میکنه نور رو نداکار کرده که به نظر من ایدهش ایده جالبیه. مؤسسه کتاب جیبی اولین جایی بود که کتاب‌ها رو در قطع کوچک جیبی واقعا تولید می‌کرد
و بسیار تاثیرگذار بود در جامعه کتاب خون. این کتاب ها تعداد بسیار زیادی در سالهای کوتاه تولید شد و روی جلد این کتاب ها رو باز دادن به ما که تصویر سازی بکنیم، ما جمع کوچکی که اونجا کار میکنیم و اینو خارج از وظیفه اداریمون انجام میدیم. یه جزی خانم دکتر زهرای خانلری که منطق و طیر رو به زبان کودکانه نوشته بود آمد به مؤسسه فرانکلین و خواست که برای این کتابش تصویر سازی انجام بدم. من تصویر سازی اون کتاب رو قبول کردم و به این ترتیب من پرتاب شدم به دنیای کتاب کودکان و تصویر سازی برای کتاب های کودک و کانون پرورش فکری کودکان که درست همون زمان تأسیس شده بود. کتاب هایی که ما برای کانون پرورش ساختیم با وجود کمبود امکانات فنی ولی در شکل های خیلی قابل قبولی چاپ می شد و حتی در این کتاب تصویری هستش که چارلته، یعنی ملاحظه بفرمایید، با رنگ های نقره‌ای و طلایی و چهار رنگ اصلی دیگه این تابلوها رو برای بچه ها تصویر سازی می کردیم و به این ترتیب توانستیم گام های اولیه رو برای کتاب سازی کودکان برداریم. هر یک از کارهای زمینکل که می اومد به دست بچه ها برای ما یک شادی غیر قابل وصف داشت. قصه گل های قالی، چه سفری در قالی، چه عالمی در قالی، چه احساسی در قالی. یا مثلا زال و سیمرغ، وای شاهنامه چجوری داره زنده میشه برای بچه ها و این داستان رو چگونه میخوای برای بچه ها تعریف بکنی. یه روزی یه آقایی اومد سراغ من به نام فیروز شیروانلو. آقای فیروز شیروانلو در حقیقت موتور اصلی کانون پرورش فکری کودکان بود ولی من که نمیشناختمش. آمد و به من گفتش که میخوای یک کتاب تصویر سازی بکنی. کتاب رو که خوندم داستان کلاغ ها بود، نوشته نادر ابراهیمی. گویا آقای شیروانلو کتاب خانم خانلری رو دیده بوده و در اون تصویرهای پرندگان رو دیده و از اونها خوشش اومده بود، آمد پیش من و گفتش که این کتاب رو بساز. با تموم شدن این کتاب به من پیشنهاد کرد که آیا دوست داری که انیمیشن رو بری در اروپا، یکی از کشورهای اروپایی تعلیم بگیری، یاد بگیری و در ایران فیلم سازی بکنی. خب برای من یه همچین پیشنهادی بسیار غیر منتظره و غیر قابل قبول بود، برای اینکه من در اون زمان افسر ارتش بودم، سروانی بودم که داشتم به بهداری ارتش خدمت میدادم، سرویس میدادم. شیروانلو تشخیص داد قابلیت این جوان رو تشخیص داد و اون میخواست که یک هسته ای از انیمیشن رو تو کانون به وجود بیاره و اینو فرستادن بره بیاموزه. حالا زرینکه که تازه ازدواج کرده، بچه دارم هست، باید بره درس و مشق بکنه و رفت، انصافا رفت کار کرد و آموخت. من وقتی فیلم های انیمیشن رو در فستیوال های سال های قبلش دیده بودم و مسحور شده بودم، اونطوری که حقیقتا در جستجوی این بودم که این معجزه چطوری اتفاق میفته آخر که یک نقاشی حرکت میکنه و مثلا میکی ماوس میشه یا فرض کنید که این فیلم ها ساخته میشه. هیچ اطلاعی نداشتم، نه کتابی بود، نه معلمی بود، نه مرجعی بود، نه هیچ، یا اگر بود من نمیدونستم. بعدها البته فهمیدم بوده و من نمیدونستم. در همون زمان در وزارت فرهنگ و ارشاد امروز که اون موقع هنرستان هنرهای زیبای کشور اسمش بود و بغل مدرسه کمال الملک بود، فلواقع آقای نصرت کریمی مشغول فیلمسازی بود، فیلم انیمیشن میساخت و آقای اسفندیار احمدیه اصلا اولین فریم فیلم رو در ایران ایشون تولید کرده بود چند سال قبل.
اما اینها همش از چشم ما پنهان مونده بود، تا اینکه بالاخره وقتی رفتم بلژیک تازه من یاد گرفتم که فیلم انیمیشن عبارت است از یک سری نقاشی های که پشت سر هم میکشن و تک فریم فیلم برداری میکنن و وقتی همه رو با هم میبینی تبدیل میشه به فیلم. نگاه کنید، در گذشته فیلم ها رو روی تلق نقاشی میکردیم دونه دونه و بعد که فیلم های تک فریم از اینها گرفته میشد اینا تصور حرکت ایجاد میکرد، به این ترتیب فیلم انیمیشن ساخته میشد. فرمولی به این سادگی رو ما نمیدونستیم. یک دو آش میخورید؟ بسم الله. حسن کجاست تو کوچه؟ چیمه چیمه آلوچه؟ پسی دختر رو یک کوچه. حسن رفته به اردو برای سگردو. اردو خبردار شد، داروغ بیدار شد. آقای زرین کلک، اصلا این دوران دهه چهل یک چیز شگفت‌انگیزیه به نظر من در تاریخ ایران. و حالا مثلا در مورد خود شما آدم میبینه که دارین دانشکده افسری میرین، تحصیل طب میکنید، با انتشارات فرانکلین کار میکنین، کتابای درسی رو تصویر میکنین، کتابای کودکان رو تصویر میکنید، بعد در کانون تازه شروع میکنید به کار انیمیشن. اصلا واقعا شگفت انگیزه این دوران و شما در اون دوران چگونه تعریف میشین؟ دهه چهل یک دهه استثنایی است در تاریخ معاصر ما، حداقل از نقطه نظر فرهنگی. یک جهش هایی اتفاق افتاد که خارج از انتظار بود. در همون زمانی که مؤسسه فرانکلین دست به یک فعالیت گسترده‌ای زده بود به این شکلی که براتون تعریف کردم، همون زمان شورای کتاب کودک تأسیس میشه، همون زمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بنیادش گذاشته میشه و به سرعت ساخته میشه و بالا میاد، به این ترتیب که هم کتابخانه داشت برای کودکان، هم آموزش های هنری داشت برای کودکان، قصه خوانی داشت، شعر خوانی داشت، عرض کنم که کتاب داشت، همه ابعاد هنری رو نشان میداد و آموزش میداد. فعالیت دوم و اساسی دیگر کانون پرورش فکری کودکان بخش فیلمسازیش بود و این وقتی اتفاق افتاد که فستیوال جهانی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در تهران برگزار شد و با برگزار شدن این فستیوال هم تعداد زیادی فیلم‌های درجه یک کودکان و نوجوانان و هم سازندگان اینها که پیشروان فیلمسازی جهان بودند، نظیر مکلارن، راول سروه، جان هالاس، عرض کنم جان هابلی و کسان دیگه ای از این، یعنی در حقیقت پرچمداران فیلمسازی دنیا برای کودکان و نوجوانان و همچنین در رشته انیمیشن به ایران می اومدن. و عجیب این که این فستیوال در همون سال اول و دوم تأسیسش شهرت جهانی خیلی معتبری کسب کرد و همین دلیل بود که این افراد با میل و رغبت می اومدن به تهران و ما توانستیم این افراد رو از نزدیک ببینیم، باشون حرف بزنیم، ازشون سوال بکنیم، چیزی یاد بگیریم، فیلم هاشون رو ببینیم و آنچنان این دوران پرهیجان و پرتب و تابی بود که قرار رو از ما جوانهای اون دوره گرفته بود. به هر حال آمدن راول سروه به ایران و گفتگویی که مدیریت کانون پرورش با ایشون کرد زمینه رو فراهم کرد برای اینکه یک نفر به کشور بلژیک و مدرسه‌ای که ایشون در اونجا رئیس قسمت انیمیشنش بود دعوت بشه، که بر حسب قضا اون شخص من بودم. گفت قرعه فال به نام من دیوانه زدند. دوست من Thank you.
بله رو گفتم و رفتم بلژیک و از سال 1348 تا 50 یا 51 مشغول آموختن انیمیشن با آقای راو سروه بودم، به طوری که همراه ایشون حتی به اولین فستیوال انسی در فرانسه هم رفتیم و فیلمی که من در مدرسه تهیه کرده بودم در اون جشنواره برنده جایزه فیلم‌های مدارس انیمیشن شد. در دوره‌ای که من اونجا بودم همزمانی هیپیگری و روشنفکری غربی و نتایج جنگ ویتنام و کره که منعکس شده بود در همه دنیا و از طرفی کشورهای اروپای شرقی که زبانشون رو بسته بودن ولی دست و قلمشون رو نبسته بودن و توانسته بود رخنه بکنه و بیاد داخل اروپای غربی از طریق فیلم‌هاش، یک فضای بسیار جذاب و برانگیزاننده و اندیشمندانه ایجاد کرده بود. همه فیلم هایی که من می دیدم فیلم های روشنفکرانه و فیلم های معنادار بود، یعنی هیچ کارتون والت دیزنی اینجا نمایش نمی دادن و همین چیزها بود که منو جذب می کرد و اینقدر در لذتش غرق می شدم. طبیعتاً یک همچه کارهایی روی خود من هم اثر گذاشت و روی کارهای من هم اثر گذاشت. آیا شما اگه مثلا در اون سالهایی که رفتین بلژیک و تحت تاثیر اروپای شرقی تفکرتون در مورد انیمیشن یا هنر شکل گرفت، اگر در اون سالا رفته بودید هالیوود و با یک ذهنیت سبکتری روبرو می شدین، آیا این فانتزی الان در روزگار ما بیشتر نبود و در ذهنیت خودتون و همدورهاتون و نسلی که روش تاثیر گذاشتین؟ آیا واقعا کودک به یه فانتزی ساده هم احتیاج نداره خیلی از وقتا؟ حرفی که شما میزنید بسیار بسیار اساسی بنیادیه. اصلا ببینید ما باید یه نگاهی بکنیم به فرهنگمون در مقیاس کلان و ببینیم که ما چقدر طناز بودیم اصلا و از این میراث طنز چقدرش رو اجازه دادن که باقی بمونه و بقیه رو محو کردن. پدرم یک تابوست یا یک بت
که منم شیفتش. پسر دوم او خود من نورالدین. پدرم اهل آبادی استبداد است. پسر سوم او بدرالدین ایستاده به کنار، کفشایش خاکی است. کفشای همگی من خاکی است. قلب هامان کوچک، سینه هامان مظلوم. نیستن در لب من لبخندی. خنده زشت است به زعم پدرم. همه من اخم به صورت یا ترس. در اون موقع هم با این بلوغی که ناگهان شعر و ادبیات و عرض کنم که هنرهای دیگه پیدا کرد در اون فاصله دهه چهل، انگیزه ها اساسا انگیزه های آدم های سیاسی بود، حالا زیر پرچم کودکان، زیر پرچم طنز یا زیر پرچم چیزهای دیگه بیان می شود، ولی بنیادی به طور بنیادی اینا همشون در سر جنگ داشتن، سر مخالفت داشتن و سیاسی بودن و ضد حکومت بودن و به همین دلیل هم طنز اون محلی که باید پیدا بکنه پیدا نکرد. با برگشتن من از اروپا در حقیقت من در گردابی از کارها غوطه ور شدم. کار ساختن فیلم از یک طرف وظیفه اصلی من بود، از طرف دیگه تصویرسازی کتاب رو همطور، اونها رو البته بیشتر با عشق خودم بود، به خانه می آوردم و می ساختم، و از طرف دیگه به دلیل نبودن انیماتور و کسانی که کمک بکنن در ساخت فیلم مجبور شدیم که به تأسیس مدرسه انیمیشن هم اقدام بکنیم و همه این کارها رو توأم با هم انجام دادیم. چیزی که سبب انگیزش ما بود برای یک همچه حرکات و فعالیت ها تشویق مطلقی بود که ما از طرف هم کانون پرورش دریافت میکردیم، هم از طرف بینندگان و مصرف کنندگان و شنوندگان و غیره. ما حتی به همدیگه هم که نگاه میکردیم از همدیگه انرژی میگرفتیم. وقتی که توی کانون این راهروها، اون استودیوی صدا، اون استودیوی فیلم برداری، اینها مملو و از آدم هایی بودن که در رفت و آمد و بیار و ببر و فیلم بساز و این استوری بورد اون یکی داره نقاشی میکنه، یکی داره دسن میکنه، ده نفر دارن رنگامیزی میکنن، آنچنان بازار شلوغی بود از کار که اصلا شما نمیتونستید که کمتر کار بکنید یا بیکار بمونید. در اون طبقه که در کانون پرورش من کار میکردم، اتاق بغل دستی من کیارستمی بود. خب خود حضور اون در اونجا و فیلمایی که میساخت و مکالماتی که ما هر روز با هم داشتیم یا مشورت هایی که با هم دیگه میکردیم، من برای فیلم خودم، اون برای فیلم خودش، یا نظرخواهی هایی که از هم دیگه میکردیم، این طرف اتاق من نفیسه ریاحی بود، اونجا فرشید مسخالی بود، اون سر راه رو ابراهیم فروزش بود. عرض کنم که در این رفت آمد هایی که بسیار شلوغ و پر انرژی و پر حرکت بود، طبیعتاً آدم به هیجان می اومد و این هیجانات بود که موجد کمچه وضعیتی شد و این فوران کتابسازی و فیلمسازی و انیمیشن و موسیقی، اصلا فکر نکنید فقط کتاب و فیلم بود، صفحه موسیقی، نوار موسیقی، عرض کنم حضورتون که آثار متعدد و متنوع هنری همینطور سر می ریخت از کانون.
مثل یک چشمه جاری میشد تو سطح شهر و تو سطح کشور، به طوری که در تمام کشور ما فیلم اون امروز که ساخته میشد فردا در بندر عباس نمایش داده میشد، تمام بچه های بندر عباس فیلم رو میدیدن، مثلا یا در رش یا در بابل یا در همه شهرهای ایران. این به اصطلاح فضا و این جوی که ایجاد شده بود به ما خیلی انرژی میداد. این فیلم رو من به عنوان اولین تجربه جدی شغلیم شروع کردم در یکی دو سال بعد از برگشتنم از بلژیک و خواستم ببینم که میشه بر اساس داستانهای ایرانی و با تکنیک‌های تصویرسازی کتاب‌های دوره قاجار یا کتاب‌سازی مثلا عامیانه فیلمی تهیه کرد و اصول رو حفظ کرد. این تجربه بسیار بسیار گرانبهایی بود و شد. شانس نمایشش به جز یک بار در فستیوال آخرین فستیوال کودکان و نوجوانان قبل از انقلاب بیشتر از اون نمایش داده نشد و به همین دلیل که هیچ کس ندیدتش. تنها یه نسخه ای از اون که در فرنگ هست وقتی که فرنگی ها میبینند این ارزش ها رو
به من یادآوری میکنن که این چقدر فیلم فارسی، چقدر فیلم ایرانی. در مورد تکنیک، من در تجربه های سالهای گذشته به این نتیجه رسیدم که معمولا خود داستان و خود موضوع تکنیک رو تعیین میکنه. یعنی اصلا حاجتی نیستش که من تصمیم بگیرم که تکنیک چی باشه. در حقیقت تکنیک همراه با ایده فیلم میاد. وقتی من فکر میکنم که دنیای دیوانه رو بسازم، خود تکنیک به ذهن من میاد. دیگه اصلا از رنگ صرف نظر میکنم، از فضا سازی صرف نظر میکنم، تنها یه چیز، یه کره سیاه و سفید به ذهنم میاد و همون تکنیکشه. در مورد کتاب‌هایی که به من سفارش داده میشه، من سعی میکنم که خودم رو در حوزه اثر اون کتاب قرار بدم. بچه‌ها که به دست پدر نگاه کرده بودند، کم کم خودشان کار بافتن را یاد گرفتند. چند سال بعد بچه‌ها بزرگ و بزرگتر شده بودند و هر کدام فرزندان تازه‌ای آورده بودند. در مورد کتاب هایی که خودم می نویسم موضوع متفاوته، چون این کتاب ها همزمان، یعنی این ایده ها همزمان به ذهن من خطور می کنه. یه داستان وقتی به ذهن من میاد با شکلش میاد، نه با کلمات. پ پ پ پروانه پیله داره نخانه. او اینو ببین، شه اول شغاله که اهل قیل و قاله. چی؟ این خه اول خروسه که مرغ براش عروسه. زرینکل خیلی آدم شکننده‌ایه، خیلی آدم حساسیه، خیلی آدم عاشق کار. فقط جدال ما تو زندگی سر کارشه، برای که این زیادی کار میکنه و من تنها زیاد هستم. دو واقعه خوب زندگی ما آمدن دو تا بچه‌مونه و یه واقعه بعد رفتن پسرمونه و عروسی بچه‌هامون خیلی زیباست. حتی کارت‌های عروسی فرهنگ و نگار رو خود زرین کلک براشون تهیه کرد، هم شعرش رو خودش گفت، هم نقاشیش کرد. و این بزرگترین، من فکر می‌کنم که اثر هنری زرین کلک. خود بچه ها یا اون کارتا؟ وقتی که انقلاب شد و همه کارهای هنری تعطیل شد، من یادم افتاد که ای بابا، من دکتر داروسازم دیگه، چرا نرم دنبال کار داروسازی؟ این بود که رفتم به کار تصویرسازی برای معرفی داروهای جنریک که یکی از برنامه‌های قدیمی بود و این توفیق نصیب من شد که بتونم برای این کار بخش مهمی از زندگیمو صرف بکنم و مقدار زیادی از اون دوره اثر مونده که این آثار بالاخره جز تاریخ پزشکی کشور ماست، جز تاریخ داروسازی ماست. کاش که یکی از این سازمان‌ها، وزارت بهداری، وزارت بهداشت، همت اینو کرده باشه و اینها رو نگهداری کرده باشه. این دوره که تموم شد، در واقع یک تهیه کننده فنلاندی
آمد به سراغ من که بیا با من یک فیلم انیمیشن بساز و من رو دعوت کرد به کشور خودش و من با او رفتم به فنلاند. مشکل ما در فنلاند این بود که نیروی کار گیر نمی‌آمد. بنابراین اولین کاری که کردیم این بود که یک مدرسه انیمیشن تأسیس کردیم. حالا شما فکر بکنید یک ایرانی بایستی بره در قطب شمال مدرسه انیمیشن برای فنلاندی ها تأسیس بکنه. زندگی رو نمیشه پیش بینی کرد دیگه. این کار در حدود 8 ماه از وقت ما رو گرفت. در پایان هم بالاخره به این نتیجه رسیدیم که با اون نیروها اساساً امکان ساختن یه فیلم انیمیشن بلند نیست. این شد که تصمیم گرفتیم که یه کار اساسی بکنیم. چه کار بکنیم؟ بریم به امریکا، بریم به هالیوود، بریم به مرکز تپنده انیمیشن دنیا. بنابراین حرکت کردیم و رفتیم به سمت کالیفرنیا و در کنار استودیوی والت دیزنی یه استودیو اجاره کردیم و شروع کردیم به مجدداً کار کردن روی پروژه و استخدام افراد متخصص و تیم بزرگی تشکیل دادیم. اما اشکال قضیه این بود که با ورود هر آدم نظر تهیه کننده ما اندکی تغییر می‌کرد و همین تغییرات باعث می‌شد که کار یک مرحله عقب بیفته. به این ترتیب در طول 2-3 سالی که من روی این پروژه کار کردم بیش از 13 بار داستان عوض شد و تحت این شرایط اصلا من حس کردم که دیگه این فیلم عاقبت و سرانجامی نخواهد داشت. بنابراین همه چیز رو رها کردم و برگشتم سر زندگی اولم، همینجا خونه خودم و تهران و زندگی جدید در سال 1370. علیرغم همه اون مشکلاتی که اون روزگار داشت و سختی هایی که ما دیده بودیم توی این خاک و بمب هایی که رو سرمون ریخته شده بود و همه چیزهای دیگه که خودتون میدونید، ولی این برگشتن واسه من انگاری که حقیقتا از بهشت رانده شده برگشتم باز دوباره توی بهشت خودم. اصلا در خودم باور نداشتم که من چرا چنین عاشقانه به همه چیز نگاه میکردم و نفس که میکشیدم هوای آلوده تهران به نظرم میمد هوای بهشت. خیلی چیز غریبی بود، یه حس بسیار عجیب غریبی بود. نمیدونم اون چیزی که بهش میگن وطن همینه یا تعریف دیگه ای داره. به هر تقدیر آمدم به ایران و شروع کردیم از صفر کار کردن.
یکی از کارهایی که در این مدت کردم پرداختن به نقاشی رنگ روغن بودم و از آرزوهای من بود که بالاخره من یه فراغتی پیدا کنم و این تجربه رو بکنم. در این زمان چند فیلم کوتاه مثل فیلم برای یونیسف، فیلم برای مسکو به مناسبت 830مین سال تولد مسکو و فیلم پود که برگرفته بود از کتاب نادر ابراهیمی به نام قصه گلهای قالی، آنها را در آغوش بگیرد یا در سایه خنک شاخه ها بلغزد و با آهوها و گوزن ها بازی اون چی که الان دارم میکنم عبارت هست از فیلمی که مهمترین بخش زندگی منو پر کرده، فیلم به نام در سازمان ملل، و الان حدود یک سال و نیم است که روش کار میکنیم ولی هنوز یه سال دیگه کار داره و فیلم بسیار سنگین و پرکاری است و بسیار سیاسی و طنز سیاه. غیر از این یک مجموعه کتاب در دست دارم که عبارت است از ملا نصرالدین که به شکل نفیس داره چاپ میشه، این کار تمام شده. کتاب امیر ارسلان که فشرده کردم اون رو و به صورت یک کتاب 300 صفحه‌ای در آوردم برای جوانان، اون رو هم تصویر سازیش تموم شده و برای چاپ رفته. قصه های مثنوی معنوی، کتاب فلان و سلطنه، کتاب هزار و یک شب، عرض کنم که بهلول و یک مجموعه کتاب که فکر میکنم تا آخر زندگی منو پر کنه. 88 سال من خودم از بچگی علاقه به موزیک داشتم، دوست داشتم بچه هم مثل خودم موزیک دوست داشته باشن، علاقه داشتم که اونها هر کدوم یک سازی بلد باشن که وقتی جمع میشن دوره هم ارکست بره من تشکیل بدن، من از کار اونها حذف کنم، یعنی لذت ببرم. ایشون اهل موسیقی بوده، ما عوضی در اومده بوده. خوشه های نورس یاس بنفش مثل جارهای عروسی بر سردر خانه آویزان ماندند، انقدر کتاب الاخره به خاک ریختند و راه تو را فرش کردند تا که شاید از روی آنها عبور کنی. درخت ابریشم که می گفتی چلچراغ خانه است، تمامی ماه مرداد روشن ماند، اما چشمش به روشنایی تو نیفتاد و خاموش شد. محبوبه های شب، این ستاره های زمینی در انتظار دستی که یک یک بچیندشان و در بشقاب چینی گلدار بچیندشان. شبها را معطر کردند اما آن دست نیامد و ستاره ها به زمین ریختند. این بزرگترین هدیه زندگی. سلام، احوالتون؟ سلام آمدید. خیزه شده بفرمید. چه کاری بودی؟ داشتیم آفیده عشق من چه چراغا؟